سلام دوستان، به کانال بیوگرافی فارسی خوش اومدید. مرسی که کانال ما رو انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله کنارش اولین نفر از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید. سیاوش قمیشی متولد 21 خرداد 1324 در دسفول، خواننده ایرانی هست. او فارغ التحصیل فوق لیسانس رشته آهنگسازی از دانشگاه رویال سوسایتی آف آرتس لندن می باشد و حالا در کنار آهنگسازی از خوانندگان صاحب سبک می باشد. او در یک خانواده 6 نفره با 2 برادر بزرگتر از خود به نامهای سیروس و سیامک و 1 خواهر به نام سیمین در دسفول و به روایتی در اهواز متولد شد و در 9 ماهگی به همراه خانواده به تهران مهاجرت کردند. سیاوش 6 ساله بود که یکی از برادرانش آکاردئون می آموخت و مادرش پیانو رو زیر نظر یک معلم روس به نام اولگا می آموخت. او از شنیدن صدای نواختن اونها بسیار لذت برد و در حالی که کودک بود و پایش به پدالهای پیانو نمی رسید، به پشت پیانو می نشست و با پدالهای آن بازی می کرد. همین بازی ها به همراه صداهایی که از این ساز خارج می شد به او احساس خوبی می داد و رفته رفته سیاوش به موسیقی علاقه ویژه‌ای پیدا کرد. سیاوش 11 ساله بود که هر روز از مسیر مدرسه تا خانه از جلوی یک مغازه کفش فروشی رد می شد که در ویترین این مغازه یک گیتار برای تزیین دکور آویزان شده بود. آن گیتار نگاه او را به خود تا جایی جلب کرد که یک روز او با پدرش راجع به خرید آن گیتار صحبت کرد، اما پدرش با این موضوع مخالفت کرد. چندی بعد به مناسبت روز تولد سیاوش، پدرش از سر تصمیم خود بازگشت و همان گیتار را برای سیاوش خرید. او مدتی با همان گیتار ناکوک به صورت غیرحرفه‌ای مینواخت تا اینکه روزی در یک کاباره که ویگن خواننده نامدار آن زمان می‌خواند شرکت کرد. در زمان استراحت بین اجرای آهنگ‌ها سیاوش فرصت را غنیمت شمرد و نزد او رفت و نحوه کوک گیتار را از او پرسی. ویگن او را به پشت صحنه برد و کوک گیتار را به او یاد داد. پس از آن روز سیاوش مدت‌ها آهنگ‌های ویگن را گوش می‌کرد و می‌خواند و مینواخت. زمانی که سیاوش 13 ساله بود، خواننده‌ای به نام ضیا به او پیشنهاد داد تا به عنوان نوازنده گیتار با او که خود او هم گیتار میزد همکاری کند. این بار هم پدرش با سیاوش مخالفت کرد. بعدها سیاوش شعری گرفت و آهنگی را به صورت زمزمه روی اون گذاشت و ضیا هم از اون استقبال کرد. سپس ضیا اون را در رادیو اجرا کرد و آهنگ معروف شد. بنابراین سیاوش نخستین آهنگ خودش رو به نام ای قایقران برای ضیا، خواننده معروف آن سالها، ساخت. در تابستان 1338 برادر بزرگتر سیاوش که از لندن به تهران اومده بود، هنگام بازگشت او رو هم با خودش به لندن برد. سیاوش که 14 ساله بود به لندن نزد خواهر و برادرش رفت و در اونجا تحصیل کرد. زمانی که سیاوش 17 یا 18 ساله بود، شبها در باشگاه‌های شبانه با خوانندگی و نوازندگی در گروه‌های مختلف خرج زندگی و تحصیل خودش رو در می‌آورد. اون زمان موسیقی پاپ در لندن جاری بود و هنوز موسیقی راک به اون صورت شکل نگرفته بود. او چندین سال در انگلستان به عنوان گیتاریست و خواننده به زبان انگلیسی در گروه‌های موسیقی اونجرز، اینسکس و دیگر گروه‌ها به فعالیت پرداخت. فضای آن سالهای لندن مصادف بود با اوج فعالیت‌های گروه‌های نامی موسیقی آن زمان مثل رولینگ استونز، بیتلز و پینک فلوید. فضای هنر موسیقی آن سالهای لندن که با فعالیت‌های گروه‌های معروف موسیقی به نوعی مهد آن روزهای موسیقی دنیا شده بود، بسیار بر سبک هنر موسیقی سیاوش قمیشی تأثیر گذاشت و خود او همواره حضورش در لندن آن سالها را یک توفیق بزرگ برای خود می‌داند. او سرانجام موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد موسیقی در رشته آهنگسازی از دانشگاه جامعه سلطنتی هنر واقع در لندن شد. سیاوش در سن 25 سالگی در سال 1349 به ایران بازگشت. در ایران او به عنوان آهنگساز برای رادیو کار می‌کرد و همچون سال‌های گذشته اقامتش در لندن در گروه‌های مختلفی از جمله ربلز و بلک کتس فعالیت می‌کرد. در این میان چندین بار به لندن رفت آمد داشت. در همین حین همکاری بیشتری هم با کوروش یغمایی پیدا کرد. بعد از ورود به ایران بندی به نام استارز رو تشکیل داد و در آن گروه به بازخوانی آهنگهای خارجی پرداخت. بعدها در گروهی به نام ربلز یا شورشیان به همکاری پرداخت.
سیاوش قمشی در تهران به عنوان کیبوردیست و خواننده به زبانهای غیر از فارسی از جمله انگلیسی و ایتالیایی در گروهی به نام ربلز یا شورشیان به همراه شهرام شب‌پره که خود او بنیانگذار این گروه بود، همایون جمالی و کامبیز معینی همکاری کرد. در این گروه سیاوش قمشی به عنوان کیبوردیست و خواننده آهنگهای با ریتم کند، شهرام شب‌پره به عنوان جازیست و خواننده آهنگهای با ریتم تند، همایون جمالی به عنوان بیسیست و کامبیز معینی به عنوان گیتاریست فعالیت می‌کردند. سیاوش قمشی در سال 53 در سن 29 سالگی اولین آلبومش رو منتشر کرد و با ترانه فرنگی سر زبان‌ها افتاد. او بعد از سال 57 از ایران خارج شد و ابتدا به انگلستان رفت و بعد از چند ماه در سال 58 به شهر لس آنجلس آمریکا رفت و تا کنون در این شهر اقامت داشته. سیاوش قمشی برای بسیاری از خوانندگان پاپ ایرانی آهنگسازی کرده و اکثر این آهنگ‌ها با محبوبیت از طرف مردم مواجه شده. او تاکنون یک آلبوم رو برای احمد نبی‌زاده به نام یک روزی در سال 73، یک آلبوم برای لیلا فروهر به نام قصه من قصه تو در سال 1380، دو آلبوم کامل برای ابی به نام‌های ستاره‌های سربی در سال 1374 و شب نیلوفری در سال 82، یک آلبوم کامل برای فیروزه رسولی به نام زمونه در سال 86 و یک آلبوم کامل به نام 21 برای گوگوش در سال 1400 آهنگسازی کرد. آلبوم ستاره های سربی که تماماً تحت نظر سیاوش قمشی با تنظیم استیو مکرام و کاظم عالمی ضبط و تولید شد، به قدری محبوب شد که بسیاری از مردم از جمله خود ابی این آلبوم رو موفق ترین آلبوم ابی در طول تمام سالهای فعالیت خوانندگیش می دانند. کیاشکاتو پاک میکنه برای ابی، گل بارون زده برای داریوش، زندگی گوگوش، فردا برای معین، یوسف کنعان برای ستار، چی صدا کنم تو رو برای لیلا فروهر، فصل عشق برای حبیب، زمستون برای افشین مقدم، شکست برای فرزین، کبوتر عشقت برای شهرام شب‌پره، ولگرد برای شهره، دو خط موازی برای شهرام سولتی، غریبه برای شاهرخ، روح شیطون برای سوزان روشن، قایق کاغذی برای منصور، دارم عاشق میشم برای بتی، یکی شدن برای احمد رضا نبی‌زاده، عشق برای عارف، قایقران برای زیا، فرنگیس برای عماد رام، عشق اول برای اندی و پاییز برای شادمهر عقیلی از جمله آهنگسازی‌های او برای خوانندگان معروف به شمار می‌رند. سیاوش قمشی در سن 29 سالگی با دختری به نام لیلا وصال ازدواج کرد که ثمره این زندگی یک فرزند به نام علیرضا می باشد که مدتی در شیراز زندگی می کرد. سیاوش قمشی بعد از طلاق خود 5 بار دیگر ازدواج کرد که همگی به جدایی ختم شدند. او در سالهای اخیر با دختری به نام نازنین مرعشی نامزد کرده بود. سیاوش قمشی رابطه خوبی با پسرش که ترانه‌سرا و خواننده هم شده بود ندارد. او میگوید با هم در تماس نیستیم چون زندگیش مورد تایید من نیست. گویا محمود احمدی نژاد مشخصا هوادار سیاوش قمشی بوده و حتی در یکی از سفرهایش به نیویورک قصد داشت او را در هواپیمای خود به ایران برگرداند که این کار نشد. در اواسط دهه 80 شمسی سیاوش قمشی برای اجرای یک کنسرت در مراسمی باشکوه در جزیره کیش دعوت شد. علی‌رغم پیشنهاد رقم بسیار بالایی به سیاوش قمشی، او این پیشنهاد را رد کرد. آثار سیاوش قمشی در ایران اجازه پخش و فروش ندارند. با این حال برخی از آهنگ‌های او به صورت بی‌کلام در رادیو و تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شوند. او عقیده دارد مادامی که فروش سی‌دی‌هایش در ایران ممنوع و غیرقانونی هستند، پس برگشتن برای او بی‌معناست. مرسی که با لایک کردن و کامنت گذاشتن از ما حمایت می‌کنید. حتما نظرتون رو در زیر همین ویدیو و در قسمت کامنت برای ما بنویسید. و اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب از زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید. اوقات به کامتون باشه. تا دیداری بعد، بدرود.